السلام علیکم بینندگان گرامی، نشر نباتی برام اطلاعاتی اخبار را مستقیمان از تلویزیون تاجیکستان منظورتان نگردانیم. در استودیو شهرزاد رجب‌زاده. جمهوری تاجیکستان همچون تشبسکاری در سالهای نوی عمل آب برای رشدی استوار روند آب دوشنبه را آغاز بخشیده، سال 2018 کنفرانس نخستین سطح بلند را عاید به ده ساله دایر نمود و برگزاری کنفرانس سیوم آن از 10 تا 13 ایون سال جاری در نظر داشته شده است که در حاشیه آن مهمترین مسئله های وابسته به آب مورد بررسی قرار می گیرند. کنفرانس سیوم بین المللی سطح بلند عاید به ده ساله بین المللی عمل آب برای رشدی استوار سالهای 2018 2028 که در چهارچوبه روند آب دوشنبه برپا می‌گردد، سیاستمداران، کارشناسان و عالمان سطح بین المللی را به هم می‌آورد. فخرالدین محمد یوسف گزارش می‌دهد. روند آب دوشنبه عملی کردن هدف‌ها در زمینه دستورهای نوی عمل آب برای رشد استوار از سال 2018 اینجانی با هموزی کارشناسان سطح بین المللی و سیاستمداران و اقتصادان ها در پایتخت تاجیکستان صاحب استقلال معرفی گردیده تدبیرهای بهداشت تحکیم بخشیده می شوند. همایش نوبتی سطح بلند عاید بر روند آب دوشنبه از 10 تا 13 ایون سال جاری در نظر داشته شده در سمت استفاده عاقلانه منبع‌های آبی و همکاری مشترک در این سمت نتیجه‌های نظررس را به بار خواهد آورد. تهیه و قبول اعلامیه دوشنبه که در آن عملهای مشخص برای معین نمودن افضلیت امنیت آب و عملها عاید به تغییریابی اقلیم مشخص میگردند، بهره نویل شدن به روزنامه کنفرانس بین الخلقی عاید به اهالی و رشد اینچنین هدفهای رشدی استوار مساعدت مینماید. تدبیرهای مشترک هماهنگسازی و تقویت دهنده رابطه های سودمند در سمت حل مشکلات مربوط به آب تقاضای زمان بوده، در روند دیگرگونی های طبیعی و ضرورت دسترسی به آب آشامیدنی با هموزی باید صورت گیرد. در همایش سطح بلند اشتراک رهبران دولت ها و حکومت های برخی از دولت های جهان اینچنین سازمان های بنفوذ منطقوی و بین المللی اشتراک خواهند کرد. برای برگزاری این همایش در تاجیکستان تمام امکانات و شرایط مهیا بوده، تدبیر نوبتی نیز از روی تجربه بوی برپا میگردد. حالا ثبت نام اشتراکچیان و نمایندگان وسیله های اخبار عامه داخلی و خارجی جریان دارد. امسال برنامه کنفرانس سیوم دوشنبه عاید به 10 ساله عمل آب با ساختار کنفرانس آب سازمان ملل متحد 2023 موافقت مینماید. باید گفت که در چهارچوب کنفرانس سیوم دوشنبه عاید به 10 ساله عمل عاید به آب 5 مکالمه اینتراکتیوی برگزار می‌گردد که خصوصیت اساسی فرق کننده این کنفرانس میباشند. در دایره کنفرانس 9 فورم در موضوعهای مختلف تشکیل می‌شود. از جانب کاتبات کنفرانس به عنوان سران دولت‌ها، حکومت‌ها، وزارت اداره‌های دولت‌های اعضای سازمان ملل متحد، اینچنین رهبران سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی زیاد از 300 دعوت‌نامه ارسال شده است. تا امروز علاوه بیش از 100 نماینده وسایل اخباری عامه ثبت نام گردیدند. جمهوری تاجیکستان در سمت حل مشکلات مربوط به آب و بازگویی عاقبت های روند دیگرگونی های اقلیمی پیش آهنگی نشان داده، از روی پیشنهاد های مشخص کنسپسیا و نقشه های عمل را معرفی نموده است که با جانبداری جامعه جهانی خصوصا قطعنامه های سازمان ملل متحد بهره نکوهلی ساکنان سیاره راه اندازی میگردند. همکنون تدبیر نوبتی با تکیه به دستورهای نوی عمل که چون کنفرانس سیوم بین المللی سطح بلند از 10 تا 13 ایون سال جاری در شهر دوشنبه برپا خواهد گردید، با تشکیل تدبیرهای ترغیباتی فراگیر خواهد بود. سمرانوک استفاده بردن هر قطعه زمین کارم در تامین بازارهای استعمالی با محصولات خوش‌صفت وطنی و دسترسی ساکنان به آن زمینه می‌گذارد. با درک مهمیت این مسئله، کشاورزان ناحیه رودکی زمین‌های در اختیار داشته اشان را عاقلانه استفاده برده حاصل فراوان به دست می‌آورند. گزارش خبرنگاران ما ادامه دهنده این موضوع است. استفاده مقصدناک زمین اساس فراوان حاصلی است. پرورشگاه به نام بوباجان غفوروی ناحیه رودکی سالی روان هر پارچه زمین کرمی در اختیار داشته خود را مقصدناک استفاده برده زراعت گوناگون کشاورزی از قبیل سبزوات، کارتوشکا، پیاز، غلادانگی ها و غیره کشت کردند. خواجگیداران سالی روان در 2 هکتار زمین کارتوشکا و سبزوات کشت گذراندند که حالا نشو نمای خوب دارند. کشاورزان از تخمی کارتوشکای به اقلیم مطابق را کشت کردند تا که حاصل فراوان به دست آورده زندگیشان را پیش برند و در برابر این بازار استعمالی را با محصولات کشاورزی تأمین نمایند.
سال جاری کشاورزان جهت افزون نمودن استحصال محصولات کشاورزی تأمین کردن اویلای خود با مواد نیازی اول در بین قطار نیحالی درختان باغ خاجگی سبزوات و لوبیاگی ها کشت کردند که از مقصدناک استفاده شدن هر پارچه زمین درک می دهد. در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 ناحیه رودکی کشت و پرورش زراعتی کشاورزی در مساحت 0.40 گکتر امکانیت می دهد که دهقانان برای گذراندن دوره زمستان سبزوات و لوبیاگی ها را ذخیره نمایند. مسئولان از تاکیدهای پیوسته و راهنمون‌ساز پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را در سمت عاقلانه استفاده بردن هر قطعه از زمینی کارم سرمشق کاری خود قرار داده برای تامین کردن با محصولات کشاورزی پیوسته مهنت میکنند تا که حاصل فراوان به دست آورند. دهقانان به دست آوردن حاصل فراوان را در یوه اگروتکنیکای پرورش و نگاهبینی درست زراعت معنی داد میکنند. در نزد مساحت تعلیمی ناحیه زیاده از 21 گکتر زمین های خوجگی یورسان و همچنین زمین های نزد مکتبی موجود است. بهره از زمین های خوجگی یورسان و زمین های نزد مساحت تعلیمی سمرانوک استفاده بردن تدبیرها اندوشته می شود. خیلی که دیده استودیم در زمین یورسان گیمنازیه پرورشگاه با نام بوجون غفورف که 2 گکتر رو تشکیل می دهد با مقدار زیاد کارتوشکا، سبزی، پامیدور کشت کرده شده است. غیر از این در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 15 در نزد مؤسسه تعلیمی زمینی نزد مکتبی موجود است که از آن سمرانوک استفاده برده در حاصل یکم کارتوشکا کردن کشت کردن و در حاصل دویم نیاز داریم که باز سبزوات کشت نماییم. از سبزواتی که در اینجا کشت کرده می شود در آشخانه مؤسسه استفاده برده می شود. در مؤسسه به نزدیکی لاگر نزد مکتبی به فعالیت آغاز میکند. ما همین محصولاتی که از زمین های نزد مکتبی میگیریم در لاگر های نزد مکتبی استفاده میبریم. مورد ذکر است که ساکنان ناحیه رودکی اساسا به کشاورزی مشغول بوده در این سمت تجربه بوی دارند. استفاده امکانات های موجوده در سمت کشاورزی و گرفتن یک و یا دو حاصل درآمدناکی کشاورزان را افزون و حجم استحصال محصولات کشاورزی زیاد می نمایند. باید تاکید نمود که هر اویله در صورت عاقلانه استفاده بردن زمین نزد حولگی می تواند همگونه زراعت کشاورزی را کشت کرده با رویانیدن حاصل فراوان برای 2 سال مواد خوراکه ذخیره نماید. شاهزاده ایدیبک، مقصد اخبار. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه 5 کارخانه سازندگی و بنیادکاری وسعت می‌یابند. از روند کارهای آبادانی در این ناحیه سمندر شایف و اسکندر سعید گزارش می‌دهند. ساکنان وطن دوست ناحیه 5 ولایت ختلان کارهای آبادانی و سازندگی را مرام خود قرار داده در یکجایگی با مقامات محلی، شخصان سخاوت پیشه و جلب صاحب کاران در آبادانی کوچه و محل و دهات خیش سهم مناسب گذاشته سودند. در این روند از جانب صاحب کار وطنی در مرکز ناحیه انشاءات خدمت رسانی سه آشیانه بنیاد یافته شده است که در آن مغازه فروش مال و محصولات، مهمانخانه و دیگر نقطه های خدمت رسانی در نظر داشته شده است. عین زمان در آشیانه یکمی بینا مغازه خوراکواری به استفاده داده شده است که ساکنان از خدمت رسانی سطح بلند بهرهور میگردند. در قبط دویم و سیوم بینا باشد مهمانخانه زمانوی پیش بینی شده، کارهای ساختمانی آن با مرام ادامه دارد. طور اطلاع داده شد صاحب کار نیت دارد تا جشن استقلال دولتی مرکز خدمت رسانی را پوره مورد بهره برداری قرار دهد. همزمان در دایره کارهای سازندگی و بنیادکاری بهر رشد ساحه علم و معارف نیز توجه خاص ظاهر کرده شده. در این سمت یک قطار سیمخانه و مؤسسه های نوی تعلیمی بنیاد گردیده ایستاده است که این در بهبود بخشیدن روند تحصیلات مساعدت می نماید. مؤسسه نوی تعلیمی رقم 9 که در جماعت دهات به نام کبوت سیف‌الدین فی ناحیه بنیاد گردیده است از دستاوردهای بزرگ ساحه معارف ناحیه به شمار می رود که با پوره به استفاده دادن آن بهر نسل نوراست شرایط خوب تعلیم و تربیت فراهم می گردد.
بنای مذکور با تشبس و دستگیری های مقامات اجرایی حکومت دولتی، شعبه معارف و در همکاری با شریکان رشد ساخته شده، با نظرداشت 24 سیمخانه، 6 حجره کاری برای آموزگاران و فراگیری 640 نفر خواننده پیش بینی شده است. باید ذکر نمود که در این بارگاه علم تمام شرایط معاصر به انوبت گرفته شده، سیمخانه ها با تجهیزات ضروری علم آموزی، تخته های الکترونی و دیگر اشیای خونیش که طلبات زمان امروز است تامین کرده شده است. همزمان جهت به ورزش جلب گردیدن خوانندگان، تالار خرد زمانوی بنیاد گردیده، جابجا گذاری دستگاه های برای مشق و تمرین ادامه دارد. همچنین در این مؤسسه آشخانه بر هوا بنیاد یافته، با به استفاده قرار گرفتن آن به آموزگاران و محصلین شرایط سازگار مهیا میگردد. آموزگاران و خوانندگان این مؤسسه بنیاد چنین یک بارگاه بر هوای علم آموزی را همچون تحفه ارزنده پیشوای معظم ملت بخشیده به جشن استقلالیت دولتی کشور معنی داد می نمایند. قابل ذکر است که همین گونه عملهای بنیادکاری در ناحیه در همه سمتها مرامی تازه داشته، همه ساله ده ها انشاءات مهم خواجگی خلق بنیاد و به استفاده داده می شود. سمندر شایف اسکندری سعید، ناحیه 5، اخبار. در شهر پنجکنت صاحبکاران وطن‌دوست و شخصان سخاوت پیشه از حساب مبلغ‌های برای ادای حج جمع نمودهشان 26 کیلومتر راه محلی را پرامون فرش می‌کنند. گزارش دلیر بازار. راه ها پیوانگر قلب ها بوده، تخت و هموار، منفرش و به طلبات زمان معاصر مطابق گرداندن آنها بسیاری از مشکلات ساکنان را برطرف می نماید. این است که در شهر پنجکنت به بنیاد راه ها اهمیت مخصوص داده شده، مرحله به مرحله راه های اهمیت گوناگون داشته، از جمله بین ده ها تعمیر و ترمیم و منفرش کرده می شوند. خصوصا در سال جاری طبق نقشه تصحیح گردیده با مساعدت مقامات اجرایی و استفاده از تمام سرچشمه های مبلغ گذاری، از جمله سهم صاحب کاران و ساکنان وطن‌دوست و مبلغ های صرف نموده آنها از پول حج، منفرش کنی زیاده از 25 کیلومتر راه در نظر داشته شده است. با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت باشد، راه های بین کوچه های شهر به مساحت 18000 متر مربع منفرش کرده می شود. با استفاده از امکانات های موجوده در دهه ورزیکانت شهر پنجکن نیز منفرش کنی 2.7 کیلومتر راه آغاز گردید. این راه با سهم گذاری ساکنان و صاحب کاران و مبلغ گذاری شخصانی که بر عوض سفر به حج در کار خیر سهم گذاشتند نوسازی کرده می شود. این حال در مرزی های شهر پنجکن منفرش کنی راه های محلی آغاز شده است. سال گذشته مؤسسه 12 کیلومتر راه های محلی را منفرش نمود. مؤسسه دارای همه ماشین و تکنیک های راهداری بوده، از امکانات های موجوده صاحب کاران مقامات محلی استفاده کرده و منفرش کنی راه ها شروع نموده است. راه های مذکور با مبلغ گذاری صاحب کاران انجام داده شده، بعضی هاشون از حساب ذخیره هایی که برای حج کردند، دیگرشون برای آبادی عملی کرده می شود. این سال طبق نقشه باید از حساب همه سرچشمه ها برای منفرشگاهی راه های محلی مؤسسه و دیگر شرکت ها باید 26.5 کیلومتر راه را آباد و منفرش نمایند. باوری داریم که نقشه پیش بینی شده را با سربلندی اجرا می نماید. ذکر کردن به مورد است که طبق نقشه منفرش کنی راه ها سال جاری در جماعت دهات رودکی 3 کیلومتر، سرازم 1 کیلومتر، کوستراش 5 کیلومتر، موغیان 10.5 کیلومتر، خورمی 1.5 کیلومتر، لوید شیرالی 2.7 کیلومتر و دیگر دهات راه ها آباد کرده می شوند. قید کردن ضرور است که در توازن مؤسسه دولتی نظارت راه های افتوموبیلگر در شهر پنجکن 296.9 کیلومتر راه ها موجود است که از آن 65.7 کیلومتر راه های اهمیت بین المللی داشته، 17 کیلومتر راه های اهمیت جمهوریوی داشته و باقی مانده اهمیت محلی دارند. و سال گذشته در جماعت های دهات 13 کیلومتر راه منفرش و 34 کیلومتر راه سنفرش گردیده بود که صاحب کاران و اهالی برای تعمیر راه های افتوموبیلگرد شهر و دهات در سال گذشته 5.8 میلیون سومانی خرج نموده بودند. در آغاز موسم منفرش کنی راه های افتوموبیلگرد ساکنان ابراز داشتند که در اجرای کارهای آبادانی و سازندگی سهم گذاشته برای آباد و زیبا گرداندن شهر خود تلاش بیشتر می نمایند. دلیری بازار، زرهون نعمت‌الله، شهر پنجکن، اخبار.
کارهای ساختمانی در انشاءات راه کنارگذر شهرک غرمی ناحیه رش از روی طرح معاصر و طلبات امروزی راهسازی جریان دارد. گزارش دیگولی محمود از منطقه رشت. ساختمان راه کنارگذر اساساً در پرتو دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و مقصد حرکت متعدد نقلیات در شاهراه اوتوموبیل‌گرد بین المللی نورآباد رشت تاجیک‌آباد لشت که آن توسط مرکز شهرک غرب می‌گذرد و پیشگیری از حالت‌های تنبشوی نقلیات در این مسیر راه بنیاد شده استاده است. حجم کارهای ساختمانی در انشاءات خیلی هم زیاد بوده. آن از متخصصان و کارگران در عمل شدن لایحه مهارت و مسئولیت زیاده را تقاضا میکند که با نظر داشت کم و زیاد شدن مجرای دریای سرخاب کارهای تخت و هموار کنی و نصب پلیته ها را با صفت بلند انجام دهند تا مردم از انشاءات بنیاد شونده سالهای طولانی استفاده برند. در صورت پوره عمل شدن این طرح سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان برای مردم محل منفعت زیادی اجتماعی و اقتصادی می‌آورد، زیرا در شرایط کمزمینی شهرک غرب با از خودکنی 32 گتر زمین بیکار خوابیده ساحل دریای سرخاب برای بنیاد منزل استقامتی و تشکیل دیگر کارگاه های خرد استحصالی زمینه واقعی پیدا می‌شود. تا بدین وسیله شرایط اهالی محل باز هم بهتر و خوبتر گردد. این است که با مقصد تطبیق لایحه با جلب تکنیک های گوناگون تمغه صاحبی در ساحل دریای سرخاب کارهای ساختمانی، تخت و هموار کنی و مستحکم کنی تحکرسی دیوارهای محافظوی با صفت بلند و طلبات معیارهای ساختمانی ادامه دارد. تا همین دوره سال جاری ساختمانچیان در مسافه زیاده از 480 متر کارهای خواباندن پلیته های بتونی و دیوارهای محافظوی را در ساحل دریای سرخاب انجام داده. دیگر کارهای ساختمانی از روی نقشه فرمایشگر جریان دارد. بنیاد راه کنارگذر اساساً از قسمت درآمدگاه شهرک غرب آغاز می‌گردد و بعداً قدقد دریای سرخاب تا برآمدگاه آن در اساس لایحه پیش بینی شده و طلبات به خطر انشاءات بنیاد شده استاده است. زیرا این قسمت را پیوندگر شاهراه اوتوموبیل‌گرد بین المللی دوشنبه، نورآباد، رشت، لخت و سرحد جمهوری قرقیزستان به شما رفته. توسط آن نقلات بارکشان مال و محصولات خواجگی خلق و مسافران را به ناحیه های منطقه آورده می رساند. فرمایشگر بنیاد راه کنارگذر دیرکسی انشاءات های حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به شما رفته. کارهای ساختمانی را کارگران جمعیت دارای مسئولیتش محدود سخاوت 2005 اجرا کرده استاده است تا انشاءات حیاتن مهم خواجگی خلق در مهلت پیشبینی شده و با صفت بلند انجام داده شود. ایدیگول محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه ایرش. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار که مستقیما از تلویزیون تاجیکستان منظورتان گردانیدیم. خیر، سر بلند و موفق بمانید.